بایدن تهدیدهای تروریستی از افغانستان را با ابزارهای دولتی و نظامی دفع می‌کنیم. حادثه ترافیکی در عراق، 16 زائر افغان و ایرانی جان باختند. اوضاع جاری در کشور در حال دگرگون شدن است، تحول بزرگ در راه است. مشروع خبرها. بایدن گفت دولت آمریکا کمک به افغانستان را ادامه می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت دو سالگی خروج آمریکا از افغانستان گفت که دولت آمریکا برای مقابله با تهدیدات تروریستی نیاز به حضور نظامی در مکان مشخص ندارد و تهدیدات از افغانستان را می‌تواند با ابزارهای اطلاعاتی نظامی و دیپلماتیک مهار کند. در بیانیه بایدن آمده است ما نشان داده‌ایم که برای مقابله با تروریست‌ها و کسانی که می‌خواهند به ما آسیب بزنند نیاز به حضور دائمی نیروی روی زمین نداریم. بایدن جنگ آمریکا در افغانستان را طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا توصیف کرد و گفت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این جنگ پایان یافت. بایدن با یادآوری از کشته شدن 2461 سرباز آمریکایی و مجروح شدن 20744 تن دیگر در جریان 20 سال حضور نظامی کشور در افغانستان گفت این سربازان جرأت کردند و خود را به خطر انداختند تا همه چیز را برای ملت حفظ کنند. ما آنها و خانواده‌هایشان بیدی داریم و هرگز نمی‌توانیم این بیدیهی را به طور کامل پرداخت کنیم. در حالی که در دو سال گذشته به طور گسترده از نوع عملکرد دولت بایدن به خروج نظامی آمریکا از افغانستان و به ویژه روند تخلیه انتقاد شده است، بایدن عزم نیروهای داخل در برنامه خروج سپاسگزاری کرد و گفت این نیروها عقب‌نشینی ما را با امان عزم شجاعت انجام دادند. حادثه ترافیکی در عراق، 16 زائر افغان و ایرانی جان باختند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در عراق دست کم 16 تن از زائران افغان و ایرانی جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری ارنا این حادثه جمعه شب در مسیر کاظمین سامرا در عراق رخ داده است. این افراد در پی برخورد دو موتر نو وان جان باخته است. وضعیت زخمیان این حادثه وخیم گزارش شده است. از میان افراد جان باخته این حادثه 12 تنشان ایرانی و 4 تن دیگر اتباعی افغان هستند. پیش از این نیز رویدادهای مشابه در مسیر کاظمین سامرا عراق رخ داده است. گفتنی است که چند سال به این سو هزاران تن از شیعیان افغانستان برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر میکنند. حامد سیفی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش میدهد در حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی دو طالب تروریست در کابیسا زخمی شدند. نیروهای جبهه مقاومت ملی شب گذشته بر یک قرارگاه دشمن در ساحه پوز خمزرگر از مربوطات ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کابیسا حمله کردند که در نتیجه آن دو طالب تروریست زخمی گردیدند. در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیبی نرسیده است. حملات هدفمند رزمندگان جبهه مقاومت ملی به منظور آزادی مردم و کشور از جنگ گروه تروریستی و مزدور افزایش یافته است و همچنان ادامه خواهد یافت. آیا روسیه ناگزیر به حمایت از جبهه مقاومت ملی است؟ ادامه اش. 3. روسیه ضعیف است. درست است که روسیه قدرت بزرگ است و نقشش در شورای امنیت سازمان ملل متحد برجسته است و پس از آمریکا دومین قدرت نظامی دنیا به حساب می رود. ولی برای فعلا این کشور توان حمایت از جبهه مقاومت ملی را ندارد چون پایش در دام جنگ اوکراین گیر کرده است. مسکو پیدا نیست که از پس جنگ اوکراین سلامت بیرون می شود یا نه. این که روسیه جبهه جدید از جنس طالبان علیه خود ایجاد کند خیلی بعید به نظر می رسد. قاعدتا روسیه فکر می کند که درگیر شدن با طالبان آرزوی ایالات متحده آمریکاست، پس بدیهی است که نمی خواهد آرزوی رقیبش را برآورده کند. مسکو اما با پای این خواست خود خواهد استاد. ایجاد دولت فراگیر در افغانستان امارت طالبان با این شکل و ماهیت را دشوار است که مسکو به رسمیت بشناسد. این کشور حضور متحدان سنتیش در قدرت را مهم می‌داند، نه حال که در گذشته نیز مسکو روی این امر تاکید داشته است. برای نمونه رنگی داد فرسپنتا در کتاب خاطراتش به نام سیاست افغانستان روایت از درون می‌نویسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از غیبت متحدانش در دولت وقت شکایت کرده و شخصا مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی نام برده است. مقام های مسکو برای فعلا مصلحت کشورشان را در تداوم سیاست تعامل با طالبان می‌بینند، نه حمایت از جبهه ضد طالبان. تا زمانی که منافع مسکو مستقیم از سوی طالبان یا از سوی گروه‌های تروریستی مستقر در خاک افغانستان تهدید نشود، روسیه در مسیر مخالفت با طالبان قدم نخواهد گذاشت. در این شک نیست که روسیه با میزبانی از مسعود کام طالبان را تلخ کرده است، ولی با میزبانی از طالبان در نشست فرمت مسکو جبران خواهد کرد.
نصب هزاران دوربین مخفی، شهروندان نگران نقض حریم خصوصی و جاسوسی طالبان هستند. طالبان 62,000 دوربین امنیتی را به گونه علنی و هزاران دوربین دیگر را به گونه مخفی در شهر کابل نصب کردند. این گروه گفته که نصب این دوربین‌های مداربسته به هدف افزایش امنیت و کمک به جلوگیری از حوادث جنایی صورت گرفته است. طالبان به تمام مالکان خانه‌ها و دکانداران در پایتخت دستور دادند که نصب این دوربین‌های اجباری است. این گروه افزود که در سیاست‌گذاری 4 ساله خود این برنامه را در تمام شهرهای افغانستان به منظور کاهش جرایم اجرایی خواهند کرد. شماری از جنبش‌های زنان، فعالان مدنی و باشندگان کابل اما می‌گویند که این دوربین‌ها در کاهش جرایم و دزدی در این شهر کمک نمی‌کند و صرف برای جاسوسی و نقض حریم خصوصی نصب شده است. آنان تأکید می‌ورزند که اکثریت این دوربین‌ها بالای دروازه‌های اولی‌ها و بلندمنزل‌ها نصب شده که رفت آمد باشندگان را زیر کنترل داشته باشند. باشندگان کابل خاطرنشان می‌سازند که طالبان با توزیع فرم‌های اطلاعاتی به مالکان بلندمنزل‌ها و صاحبان خانه‌ها هشدار دادند که عدم نصب این دوربین‌ها منجر به جریمه آنان خواهد شد. با این حال سازمان عفو بین‌الملل این اقدام طالبان را روش مستبدانه، نقض کننده حقوق اساسی و نقض کننده حریم خصوصی شهروندان توصیف کرده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله طالبان به تازگی از نصب 62,000 دوربین امنیتی علنی و هزاران دوربین مخفی دیگر در شهر کابل خبر داده است. او در یک نوار تصویری بر رسانه‌ها گفته است که بر اساس طرزالعمل جدید این گروه در 34 ولایت کشور این روند عملی خواهد شد. سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که این دوربین‌ها در برخی از شهرها، میدان‌های هوایی و نقاط مهم نصب شده و تعداد دوربین‌های مداربسته به گونه مخفی بیشتر از آمار ارائه شده است. او افزوده است همکنون در شهر کابل و سایر اماکن مهم بیش از 62,000 کمره امنیتی ظاهرا نصب شده که شاید کمره‌های مخفی بیشتر باشد. این کمره در اماکن مهم و مزدحم بوده است. او همچنان تاکید کرده که نصب دوربین‌های امنیتی در شهر کابل میزان جرایم جنایی را کاهش داده است. همزمان با اظهارات طالبان در مورد دوربین‌های امنیتی، برخی از آگاهان امور امنیتی به این باورند که نصب این دوربین‌ها کمک به کاهش جرایم نمی‌کند. به گفته آنان، طالبان توانایی و ظرفیت لازم استفاده آنی از این دوربین‌ها را ندارند و زمانی که جرم اتفاق افتاد، آنان دوربین‌های امنیتی را بررسی می‌کنند که نقش در جلوگیری از جرم ندارد. یک نظامی پیشین که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید که طالبان اراده جاسوسی و تفتیش عقاید مردم را دارند. به گفته او طالبان این اقدام را برای تحت کنترل گرفتن هرچه بیشتر مردم و جلوگیری از تجمع‌ها و گردهمایی شهروندان اتخاذ کرده است. این نظامی پیشین می‌افزاید که طالبان از نشست‌های کوچک و خانه به خانه مخالفان خود حراس دارند و از این رو در کنار گماشتن جاسوسان از تکنولوژی نیز برای اهداف سیاسی خود مدد جستند و دنبال می‌کنند که چه کسی به مناطق مورد نظر آنان رفت آمد می‌کنند. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.